با عرض سلام دوستان عزیز، خدا کنه که همه شما خوش و خوشحال و سرحال باشین. به همین آرزومندی که همه شما دارای صحت کامل و خوش و خوشحال هستین، برنامه امروزی مالگرا آغازگر می شویم. در ابتدا مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیون تان لود کنین. مواد لازمه: جگر مرغ، جگر مرغ نیم کیلو، روغن 80 میلی لیتر، مرچ دلمه 2 عدد، سیر 3 دندانه، پیاز 2 عدد، تیزپته 2 برگ، مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری، سویا ساس 1 قاشق غذاخوری، سرکه 1 قاشق غذاخوری، نمک به قدر ضرورت. که چی میکنیم؟ کرایی را میمانیم؟ منقل روشن میکنیم. تقریبا به اندازه 80 میلی لیتر روغنش اضافه میکنیم. تا روغن سرخ شود چی میکنیم؟ سیر اینجا است، سیر میده میکنیم. دوستای عزیز، امی جگر مرغ هم کس اگر شما کدام وقت پخته کرده باشین حتما اون ندیدین خوشتون بده، و دوستایی که پخته نکردن شما من پخته کنین، تقریبا ذایقه امی جگر گوسفند میده و بسیار مفید است، فایده داره، هیچ نقصی نداره. مقصد کوشش کنین به این طریقی که من پخته میکنم پخته کنین، ذایقش بسیار خوبش میاد. خب سیرو میده کردیم. خب پیاز بسیار زیاد گلابی نمیکنیم، بسیار کم، به اندازه که تقریبا کم کمی خود کم که گلابی بسازه، بسیار کم البته. بعد از او دیگه کارها را انجام میدیم. خب یک سه دقیقه میمونیم تا این کم گلابی میشه. اینجا دادن مرچ دلمه است چی میکنیم؟ کیرم مثل خلال زردک خورد خورد تیزه میکنیم. و شما میفهمید که مرچ دلمه دارای ویتامین سی است و یک بسیار خوشبوی بسیار خوبش داره. در غذایی که شما اضافه کنید هم ذائقه دیگه بسیار زیاد خوبش میسازه. به خاطر که امی جگر مرغ بسیار زود پخته میشه، بسیار در وقت کم البته، و باید وقتی که ما مرچ دلمه را داشت اضافه میکنیم باید زیاد تفت نخوره که بازی هم خود نرم میسازه. دانی دومیشه ریزه میکنیم. دادن مرچ دلمه رو دیدیم که خورد خورد ریزه کردیم. خب به اون اندازه که میخواستیم پیاز کمک بسیار کم البته دیدیم خود نرم ساخته گلابیش نشده، چی میکنیم که امی جگر را دوبالش اضافه میکنیم و این جگر را قبلا شستیم. خب اینجا سیره که میده کردیم ایران بالش اضافه میکنیم. و این بسیار در وقت کم البته پخته میشه. چی میکنیم که؟ یک قاشق نمک داشت اضافه میکنیم.
و یک قاشق البته کمتر مرغ سیاه. خب این را خوب مخلوط میکنیم. اینجا تیزپته است یعنی دو دانه از این برگ از این دوین اضافه میکنیم. این به خاطر از اینکه می در غذا کی را اضافه کنیم غذا را خوشبوی میسازد. و یک قاشق نانخوری البته سویا ساس داشت اضافه میکنیم و یک قاشق هم سرکه. حال چی میکنیم که مرچ دلمه را که قبلا ریزه کردیم میرم بالاش اضافه میکنیم. اینجا مقدار خوب مخلوط میکنیم. حال چی میکنیم فقط تقریبا نیم گلاس آب داشت اضافه میکنیم و بعد چند دقیقه میمونیم تا این پخته شود. دیدیم فقط تقریبا نیم گلاس آب. یک بار دیگه ایره خوب مخلوط میکنیم و سر کرایی ره بسته میکنیم. مواد لازمه سالاد ماهی: ماینیز 3 قاشق غذاخوری، کرم متوسط 1 عدد، زردک 2 عدد، بادرنگ شور 1 عدد، زیتون به قدر ضرورت، بادنجان رومی به قدر ضرورت، نمک به قدر ضرورت. خب ما قدر دیر که در وقفه رفتیم دیگ پخته شده و منقل خاموش میکنیم میره میمونیم که سر روغن بیایم. چون وقت داریم در برنامه یک سالات بسیار خوب با دیزاین بسیار خوب و با مزه و کیفیت بسیار خوب بر شما آماده میکنم که مواد لازمی از بس ماینیز، بادنجان رومی، زردک، کرم، زیتون و بادرنگی که البته این ترشی انداخته شده، یعنی به حساب تازه نیست، ترشی انداخته شده. قبل از همه چی میکنیم که امین کرم بسیار خرد خرد ریزه میکنیم. کوشش کنین که خوبی را بسیار میده میده ریزه کنین. دوستای عزیز شما دیدین که امی کرم هم بسیار نازک نازک البته با مو شکل چی میگن سیمیانی را میده کردیم. بعض دوستا که در خانه خود کار نمیکنن باز یک جای دیگه رفتن کار میکنن باز چی میگن در خانه خود آش بریده نمیکنن در دیگه جای سیمیان این امیرم باید مثل سیمیان رو شما خرد خرد ریزه کنیم بسیار نازک نازک البته. خب من اندازه فکر میکنم که پایت میکنن یه چی میکنیم که یک بار دیگه باز تو ریده ریزه میکنیم. دوستای عزیز شما میفهمین که کرم هم دارای بسیار ویتامین ها میباشه و کسی که چربی خون داره میتونه همیشه از کرم استفاده کنه. به خاطر زیر که ما شما میتونیم که هم به شکل خام و هم به شکل پخته ایره بخوریم و کسایی که تکلیف پایدردی داره من به شما در برنامه اول هم گفته بودم که یک دانه برگ کرم از طرف شاد آینه که زانویتون بسته کنین امیر چند بار تکرار کنین انشاءالله تکلیفتون برآورده میشه. خب دوستان عزیز پیش از اینکه زردک ریزه کنم امی کرم که ریزه کردیم میره میشویم که در جلی من دوزم که عوضی بره با دوز زردک ریزه میکنم. خب ایرو چی میکنیم که دبین یک جلی من دوزیم که عوضی بره. خب
چی میکنیم کاله؟ ام زردکم بسیار القی نازک نازک البته ایرم ریزه میکنیم بسیار نازک نازک البته. خب شما تا آخر به دقت ارسه کنیم که ایره چه قسم ما سالاد درست میکنیم. و زردکم میفهمین که برای نور چشم چقدر فایده داره. کوشش کنین که زیادتر از جوسش استفاده کنین و بعض وقت غذاهای ترکاری دار که آماده میکنین حتماندش زردک اضافه کنین. این خوب شما میبینین که زردک هم بسیار ورقه بسیار نازک البته میکنین. دوستای عزیز شما دیدین که دو دانه زردک هم بسیار نازک نازک ورق کردیم. بالچه میکنیم که یک ظرف دیگر میگیریم. ماینیز داشت اندازیم. کمک نمک داشت اضافه میکنم. چی میکنیم که کرمی که قبلا شسته میره در بینش اضافه میکنیم. چی میکنیم میره خوبم رای ماینز مخلوط میکنیم. اگر شما یک باری امتحان کنین هم ذائقه زی بسیار خوبش میه و داخل حتما شکل ازی هم حتما بسیار خوشتان میه. بسیار زیاد یک شکل مقبول و جالب و خودی میگیره. باز پسان از ما گله نکنین که ما می طریق درست کردن می سالات نتانستیم یاد بگیریم یا زود از پیش ما تیشنیم سکنیم. بسیار راستایی و رقمی ما بر شما ایره تیار میکنم. اولین کرم خورت رو تیزه کردم بعدا زردک اینالی کرم امرای ماینس خوب مخلوط میکنم. دیدین که ماینز امرای کرم مخلوط کردیم. حالا چی میکنیم؟ یک ظرف دیگر میگیریم. دوستای عزیز دیدین که کرم امرای ماینز که مخلوط کرده بودیم به چه قسم میره؟ دوینی اووری درست کردیم. حالا چی میکنیم که توسط می زردکایی درست میکنیم. سالات خو اما ما شما آماده میکنیم. اما ایسه کنیم که بسیار یک شکل مقبوله و خودی میگیره البته. دوستو عزیز دیدین که امی زردک به چی ترتیب ما در روی ازی چیندیم. خب نال شما حت بزنین که ازی چی درست میشه. دیدین چقدر یک شکل مقبوله به خود گرفته. سالات خو ما شما گفتم درست میکنیم. این حالا یک سالات که یک شکل مقبول تر به خود بگیره درست میکنیم. اینجا یک زیتونی سیار میمونیم. دیدین که تقریبا شکل چی رو به خود گرفته. ای باشه که داخل برتون میگم که شکل چیره بخواد گرفته. خب اینجا یک دانه بادرنگ سیرم چی میکنیم؟ نازک ورق میکنیم میرم. بادرنگ ها رو دیدین که ورق ورق نازک کردیم. آلی رو چی میکنیم؟ بسیار باریک باریک ریزه میکنیم. خب این هایی که نازک نازک ریزه کردیم رو چی میکنیم؟ با شکل همی پلکای چشم مویره حاصل میکنیم.
دیگه چی میکنیم که قسمت دیگه زیره؟ کوشش کنیم که از قسمت آخری این جدا نشه. دیرم در قسمت دمش میبینیم. ببینیم تقریبا این شکل مایی را بخواد گرفته. خب دوستان عزیز، شما دیدین که از یک دانه بادرنگ کلبته بادرنگ است که در ترشی انداخته شده، چون کمک نرم شده در ترشی گفته. یه چی کردیم؟ فقط برای چند دانه شاپر درست کردیم. خب ترکاری همون ترکاری است، اما شکل دیزاینش بسیار مقبول آمده. اینا شما ببینید که یک دانه مایی بسیار مقبول درست شده. اینا چی میکنیم که یک دانه بانجان میسیرم. یک تا بانجور میگرفتیم. حالا چی میکنیم که بسیار خوب دوستای عزیز دیدیم که از بانجرمی تو تک بسیار کم شا گرفتیم و ازی برزیم موی دام درست میکنم. ببینیم که چقدر شکل مقبول با خود گرفته. یک موی بسیار مقبول و یک سلات بسیار مزدار. خب ظرف های زیادی گیره پاس میکنم. بیرون در این ظرف رو دمی کشیم. فکر می کنم اما قدر کفایت می کنه. دوستای عزیز، این بود جگر مرغ و یوم سالات از ماینیز و کرم زردک، یک دونه به حساب بادرنگ. خدا کنه که خوشتان آماده باشه و شما هم بتونید در خانه‌تون آماده کنین و نوش جان کنین.